അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്നലത്തെ മൗലവി സദസ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ സ്വാലിഹായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരെ ഞങ്ങളേക്ക് നീ ആഖിറത്തിൽ നീ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളുടെ ദിവാറിലായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാഹ്. ഇവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക, ഇനി എല്ലാ ദിവസവും വീടുകളിൽ ഒരു ഹദീസെങ്കിലും മൗലിദ് ഓതും, അതേപോലെ ഒരു 100 സ്വലാത്തെങ്കിലും ദിവസവും ഞാൻ പതിവാക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും എടുക്കണം. കാരണം മുത്തനബി അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ആരെയും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. നമ്മൾ മരിച്ചു ചെന്നാൽ നമ്മൾ ഖബറിലാണെങ്കിലും മഹ്ശറിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും മുത്തനബി അല്ലാതെ വേറെ ആരും നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ച് റസൂലുള്ള കാണിച്ചുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മള് മൗലിദിലേക്ക് കടക്കാണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക ഇൻഷാല്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലന്നബി يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه رواه كعب الاحبار رضي الله عنه لما اراد الله تعالى اظهار النور المخزون وابراز الجوهر المكنون من عبد الله رضي الله عنه الى بطن امنه رضي الله عنها تهري فتات في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتحت أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما اندقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طرب واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة ذليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لاندقار نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وآتاها في ذي الهجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاه الأسنا وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر البلادة وحان بروج شمس السعادة ترى الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر النبي قد سقط من الهوى فمر بجناحيها هلابت آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد ولد الحبيب السيد المتعبد
والنور من وجناته يتوقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليه الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مريح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد അല്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شد غاسق إذا وقب ومن شد النفاثات في العقد ومن شد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മഹമൂദീദിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസൽ സവാബിന് ഹബീബിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആ ഇനി കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സ്വാലിഹായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ ഇനി സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ റബിയുല്ലവലിൽ അല്ലാഹ് നരകത്തെത്തിട്ട് ഇത്തുക്ക് ചൊല്ലുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والبليات, تسلمنا بها من جميع الاسقام والافات, تطهرنا بها من جميع السيئات, وتغفر لنا بها جميع الخطيئات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنذار قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.